امیدوارم به حق امام حسین مردم محترم ایران حواسشون رو جمع کنن و اون کسانی که واجب الحج نیستن نرن، چون خیلی امنیت در عربستان نیست. و دو هفته پیش امام جماعت حرامی مکه سخنرانی کرده در نماز جمعه است. شما بدانید اگر مسئولین سازمان حج نمیگن به مردم، ما میگیم. رفتید خونتون با خودتونه، نگید نگفتن. سازمان حج دنبال کار کاسبی خودشه، من کاری با سازمان حج ندارم. ولی امام جمعه حرامزاده مکه اعلان کرد دو هفته پیش که زنهای شیعه رو میشه به عنوان کنیزی به اسارت برد و شیعه واجب القتل است و واجب خلاصه خونش محدور الدم است. یو میری با ماشین میرن رود، بعد نگی چرا جمهوری اسلامی چنین و چنان. خب نرو. خدای ناکرده زنتون رو دزدیدن، ناموستون رو دزدیدن، حوار نکش، نرو. حج استطاعت میخواد. استطاعت فقط مالی نیست، فقط جسمی نیست، امنیتی هم هست. شما این پولا رو برید خرج فقرای جامعه بکنید. من با حج مشکل ندارم، اما حجی که با افتخار آدم درو بیاد، نه با تو سری خوردن و فحش و فحاشی که بخوان زن آدم رو لخت کنن تا بگذارن توی کشور وارد بشه. مگه نکردن این کارا رو؟ این که با بچه ما، با نوجوان ما تجاوز بکنن، به چه جرمی؟ به جرمی که شیعه است. به چه قیمتی؟ سازمان حج باید اینا رو در نظر بگیره. سازمان حجی که اینقدر تلاش میکنه ارتباط رو با عربستان یهودی برقرار بکنه، باید حافظ ناموس ایرانم باشه. فردا اگر یک لاخه مو از سر ناموس ایرانی کم شد در حج، سازمان حج رو به آتش خواهیم کشوند. بدانن، من اعلام کردم، بازم میگم، کفنم میپوشم جلوشون وای میستم. اگه کوچکترین توهینی به ایرانی کردن، سازمان حج باید پاسخگو باشه. پولاتون رو نرید بریزید تو حلقوم عربستان که گله بشه، دست داعشی باشه تو سینه شیعه بیاد. امروز مکه رفتن جایز نیست. من مجتهد نیستم، مرجعم نیستم، اما به عنوان یک روحانی و به عنوان یک مبلغ و به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک شیعی دارم به مستمعینم هشدار میدم. رفتن مکهتون اگر یک لاخه مو اثرتون کم شد، منتظر ثوابش نباشید. مکه رفتن غیر سوریه رفتن است و مدافع حرم بودن. اون یه وظیفه است، اما این وظیفه نیست. ایرانی باید تحت هر شرایطی عزتش حفظ بشه. پولاتونو برید برگه هایی که از سازمان حج دارید و پاره کنید، تو سطل آشغال بریزید، پولشو پس بگیرید و برید یک دختر فقیر بیچاره پشت جهیزی مونده رو جهیزیشو بگیرید. ثواب حج بهتون میرسه. اگه دنبال ثوابید، اگه دنبال معنویتید، اگه دنبال خدا هستید، مکه شما فقرای بیچاره‌ای هستن که باید دیالیز بشن و پول ندارن، دارن میمیرن. سرطانیان، بیخونهان، بیجهیزیان، فقرایی هستن که مجبوره بره کلیهشو بفروشه تا مشکلشو حل کنه. حج اونه، مکه اونه. حجی که بری فوش بخوری، این حج نیست. حجی که ناموستو بدزدند و دستت به هیچ جا بند نباشه، این حج نیست. این حرامی ها ایرانی ها رو به کشتن دادن. فیلماش هست. اگه یه آب میریختن رو سر اینها، اینا نمیمردن. اما آب نریختن، آب ندادن، با چکمه رفتن روی کسایی که زنده بودن چون ایرانی بودن و
بعد با دستی دستی اینا رو شهید کردن و کشتن و قرار بود جنازه هامونم ندن. اما با نهیبی که رهبر عزیز و دلاور ایران کشید، از نهیب و از فریاد و از خطبه برغراء رهبر عزیز ما مثل سگ ترسیدن و عقب نشینی کردن. عربستان یهودی اینه. عربستان یهودی اینه. آل سعود از سگ پسترن، آل سعود از خوک پسترن، همجنسبازن، دائم الخمرن، زنا کنن، دائم الشهوتن، اینا آدم نیستن. اینا یکی یکی کلیباشون در آمده است، دین ندارن، خدای اینها شهوت است، خداشون زن است و زنبارگی. اینا آدم نیستن. یادتون نره بسیجی ها، یادتون نره حزب اللهی ها. مرحوم امام ما فرمود شاید از صدام بگذریم، اما از آل سعود نمیگذریم. آل سعود صدام پرور است، آل سعود داعش پرور است، آل سعود وهابی پرور است، آل سعود قاتل است، آل سعود آدم کش است، آل سعود حرامزاده است، آل سعود حرامی است، آل سعود مسلمان نیست. ما از آل سعود نمیگذاریم. ما این عصبانیتمون رو تا آخر عمرمون و جونمون با خودمون خواهیم داشت. بدانن اونایی که قطبشون آل سعود است، کعبشون آل سعود است، خداشون آل سعود است، بدانن اون کسانی که از آل سعود خط میگیرن، ما شما را هم مثل اونا میدونیم، ما شما را هم مثل اونا میدونیم. عکساتون هم هست آقایانی که میرید حج و با آل سعود عکس میگیرید و ارتباط با آل سعود دارید، ما شما را از خود نمیدانیم، ما شما رو جاسوس عربستان میدانیم. اینه بدانید. اگه خودتون ایرانی میدانید شیعه و سنی ندارد. اگه مال این مملکت میدانید عرب و عجم ندارد. آل سعود دشمن ماست. دشمن اسلام است. دشمن ایران است. دشمن جمهوری اسلامی است. دشمن نظام اسلامی است. دشمن شیعه است. دشمن سنی هم هست. چون داعش فقط شیعه نمی کشد. سنی هم می کشد. قصه قصه شیعه و سنی نیست، قصه قصه عربستان یهودی با اسلام است، اسلام ناب محمدی.